کارمندان و کارکنان صدا و سیمای رژیم در مقابل درب مسجد بلال در محوطه این سازمان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع آنها در اعتراض به فساد و دزدی مدیران و با هدف رفع تبعیض، پرداخت حقوق معوقه و افزایش حقوق کارکنان بر اساس نرخ تورم است. الان من رفتم بازنشستی گفتم 15%. حالا شما این 50% چه رقمی رو میخواید تعیین کنید؟ آقا صاحب کنید، این یکیشه. آقا اجازه بدید، این یکیشه. اینا چند تا؟ بذار بقیه‌اش هم بگم. مرکز بهداشت صدا و سیما من عمرم گذاشتم تو این سازمان، جوونیم اینجا کار کردم، اصلا به این مرکز بهداشت نرفتم تا 20 سال که کار کردم. بعدی که بازنشست شدم نیاز دارم به اینجا، همه تعرفه ها رو قطع کردن. من رفتم اونجا دیابتیم، دیابت دارم، رفتم میگم دکتر دولیان که سالها مورد اعتمادی سازمانه واسه من نوشته این آمپول باید بزنید. رئیس مرکز بهداشت میگه شما من حالتون نمیشه، سنت باید، وزنت باید بشه 130 کیلو، قندت هم بره 450. این هر چیزی که به من زده شورای پزشکی. بعد میگه آقا اینا همه اینا ما دردامونه، ما میخوایم بگیم که یکی دوتا نیست. کارگران معادن زغال سنگ کرمان برای پنجمین بار در ماه جاری در مقابل ساختمان شرکت دست به تجمع زدند. کارگران به خصوصی سازی این معادن و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و مشکلات حقوقی اعتراض دارند. اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان 22 کارکنان اخراجی عوارضی های استان قزوین برای چندمین بار طی روزهای اخیر در اعتراض به اخراج کارکنان در مقابل وزارت راه و شهرسازی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مالباختگان مجتمع آفتاب ری در محله سرتخت در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیتشان جلوی این مجتمع تجمع اعتراضی برگزار کردند. پروژه آفتاب ری بعد از 3-4 سالی که اینجا پیش فروش شده و کسی که سازنده بوده واحدها رو تحویل نداده و متواری شده و مجددن که دستگیر شده، الان حدودش 7-8 ماهی هم هست که پرونده در اختیار دادسرا هست. مردم با علت اینکه تکلیفش مشخص نیست و خواستار رسیدگی عاجل به پرونده هستن. یه فساد خیلی بزرگ در شهر ری، پروژه آفتاب ری. رانندگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری یاسوج در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و عدم پرداخت چند ماه حقوق بار دیگر دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر زدند. جمعی از باشگاهداران استان سیستان و بلوچستان که به دلیل شیوع کرونا متحمل خسارت قابل توجهی شده و در بلا تکلیفی به سر میبرند، در اعتراض به عدم حمایت و نارضایتی از این وضعیت مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. کادر درمانی بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر در پی عدم رسیدگی و دریافت حقوق جلوی درب بیمارستان دست به تجمع اعتراضی زدند.